با جواد متولی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه. آقای متولی، آیا دور جدیدی از اعتراض‌های معیشتی در ایران شکل گرفته از نظر شما؟ بله، وجود بیش از 900 ماه حقوق و معوقه و مزایای شغلی که جامعه 16 میلیونی کارگران ایران در سال 99 اونو تجربه کردن گواه وجود بحران تو بخش‌های مختلف صنعت و تولید هست و اعتراضات بازنشستگان هم نشون میده که این اعتراض فقط در جامعه کارگری نیست، یعنی همه طبقات مزدبگیر، چه اونهایی که شاغلن و چه اونهایی که بازنشسته شدن، این اعتراض رو دارن به سقف معیشتش. همه کسانی که به دلیل سیاست‌های حکومتی هر روز سفره خریدشون کوچکتر و امکان خریدشون آب رفته به این اعتراضات معیشتی قاعدتا میپیوندن و برای همین هستیم که همین امروز شاهدیم که نزدیک 3 ماه هست که بازنشستگان در خیابان‌های ایران جلوی وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی دارن اعتراض میکنن. خب حکومت تا کجا و چه وقت این دست اعتراض‌ها رو از نظر شما تحمل خواهد کرد؟ ببینید، جمهوری اسلامی که سابقه سرکوبگریش که مربوط به امروز و دیروز نیست، یعنی این تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامی با سرکوب همراهه. وضعیت جمهوری اسلامی هم چون در سطح بین المللی حتی با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا تغییری نکرده و حتی تحریم‌های جدیدی هم شامل حالش شده، در نتیجه حالا با یک سبعیت بیشتری، با یک تحکم بیشتری در سرکوب رو در داخل ادامه میده تا هر صدای اعتراضی رو خاموش کنه. برای همین است که شما میبینید که از کولبران در کردستان تا سوختبران در سیستان و بلوچستان کشته میشن توسط حکومت، یا تبعیض‌های مزدی و دستمزدی یا حقوقی میان طبقات مختلف اجتماعی یا گروه‌های مزدی و شاقه شکل میگیره. الان ما در کنار این اعتراضات میبینیم که زندانیان سیاسی هم دارن تبعید میشن به استانهای مختلف، به زندانهای مختلف، و به اونها هم این سرکوب داره تحمیل میشه به یه نوعی. در نتیجه مشخصه که حکومت تحمل نداره. هفته گذشته تجمع 17 اسفند مربوط به بازنشستگان رو در تهران مورد حمله قرار دادن. یورش ماموران باعث شد که 9 نفر بازداشت بشن و از بین اونها الان هنوز کامیار فکور که به شدت مضروب شده بوده در بازداشت به سر میبره و وثیقه اون رو هم نپذیرفته. خب با توجه به اینکه خب وضع اقتصادی ایران رو میدونیم، از اون طرف هم ادامه تحریم ها رو داریم و همزمان شده خب با ادامه یافتن این همه‌گیری کرونا، آیا ما باید شاهد افزایش این دست اعتراض های معیشتی باشیم و یا اینکه این فشارها و محدودیت ها باعث میشه که این اعتراض ها ادامه پیدا نکنه به اون صورت؟ ببینید، شب گذشته شورای عالی کار کمیته تعیین دستمزد حداقل دستمزد سال 1400 رو اعلام کرده، اما بازنشستگان فراخوان 24 اسفندشون رو قبل از اینکه این شورا، این کمیته دستمزد رو تعیین بکنه اعلام کرده بودن و امروز به خیابون اومدن. وقتی کمیته تعیین دستمزد برای کارگران ایران رقم 2,655,493 تومان رو به عنوان رقم دستمزد سال آینده، حداقل دستمزد اعلام میکنه، در شرایطی که این رقم با خط فقر فاصله 10 میلیون تومانی داره و انتظار جامعه مزدبگیر، کارگران یا بازنشستگان، این هست که بر مبنای خط فقر بهشون پرداخت حقوق هاشون انجام بشه، در نتیجه ما مسلماً در روزهای آینده و حتی در سال جدید ادامه این اعتراضات رو شاهد هستیم. متشکرم از شما جواد متولی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از ترکیه همراه ما بودید.